بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه برنامه ندای آزادی را تماشا می‌کنید. تمام دروس ندای آزادی برنامه‌ای هستند که مسئولیت آن به عهده سازمان جهانی معجزات می‌باشد و با حمایت حامیان محترم این سازمان ساخته شده‌اند. دوستان، آیا حاضرید برای به دست آوردن آزادی دست به هر اقدامی بزنید؟ یک شخصی فرمود من آزادی با خطر را به صلح در بندگی ترجیح می‌دهم. با ما باشید در این برنامه و میخوایم به شما نشون بدیم که چجوری میتونید در این آزادی مطلق زندگی کنید. درود بر تمام بینندگان محترم، من کشیش کامران هستم. کشیش الناتان باقستانی هم امروز به ما افتخار دادن که در این برنامه دوباره با ما باشن. خدا رو شکر میکنم که میتونیم در خونه های شما بیایم از طریق ماهواره و کلام خداوند رو برای شما باز کنیم. درود های مسیح منم بپذیرید عزیزان بیننده. امیدوارم که در هر جای دنیا که هستید روز و شب خوبی رو داشتید. با ما حاضرید که کلام خدا رو بررسی بکنید و خدا رو شکر برای تک تک شما. هللویا. داریم درباره آزادی مطلق با شما صحبت میکنیم عزیزان در این برنامه ها. و این آزادی مطلق، این تعلیمی که داریم به شما میرسونیم از زن، چیزی است که خداوند با من صحبت کرد و گفت اینو میخوام برای بینندگان بهشون تعلیم بدی. و من مدت بلندی روی این ذره مطالعه کردم و کلام خداوند رو جویدم که چی میخواد با شما در میون بگذاره و چیزایی که با ما در میون گذاشته. میخوام یه سریع نتیجه گیری از این برنامه‌هایی که تا حالا داشتیم برای عزیزان بکنیم، بعدش قسمت بعدی رو هم شروع می‌کنیم. یه چیزی که خیلی مهمه، اگر ما بخوایم واقعا وارد ملکوت خداوند، یعنی بخوایم وارد آزادی مطلق بشیم، اون آزادی رو در فضای پادشاهی خداوند یا ملکوت خداوند به دست میاریم. در اون پادشاهی خداوند، پادشاه اون ملکوت که عیسی مسیح است، با کسانی که در اون پادشاهی زندگی می‌کنن صحبت میکنه. اون آزادی رو برای ما فراهم ساخته و اون آزادی رو جوری به ما انتقال میده. انتقال میگیم دیگه، داره انتقال میکنه. اینی که ما صدای اون رو بشنویم، وقتی که خداوند با ما صحبت میکنه، کلامش حیات به ما میبخشه. اون چیزی که خداوند صحبت میکنه میشه، توجه کنید. و وقتی که خداوند با ما صحبت میکنه، اینا رو که با هم بررسی کردیم، وقتی که خداوند صحبت با ما میکنه، از اون خداوند داره کاری که میکنه اینی که کلامش حیات به ما میبخشه و با اون کلامش در قلب ما داره ایمان ایجاد میکنه. آمین. ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. و امروز خدا میخواد که در واقع بسیاری از ما صدای او رو شنیده زندگیمون عوض بشه، چنان که خداوند وعده داد که در زمان آخر روح خودم رو میریزم بر پیران و جوانان و غلامان و کنیزان و بدین وسیله مردم قادر خواهند بود صدای خدا رو بشنوند. امروز خداوند توسط روح القدس به کلیسا نبوت میده، از طریق روح القدس عزیز به ما ترجمه زبان ها میده، به ما نشون میده که اراده او چی هستش. اما شرطش اینه که اون کلیسا، اون شبانان، اون کشیشان، اون ایمانداران قلبشون رو برای شنیدن خدا باز کنن. اگر شما هنوز به مسیح ایمان نیاوردید، اولین قدم برای اینکه وارد ملکوت خدا بشید و اینکه در اون آزادی زندگی بکنید که دلتون باز بشه. وقتی دلتون باز شد، مسیح آمد وارد قلبتون شد، اون موقع قدم بعدی اینه که گوشتون باز بشه. و وقتی گوشتون باز شد، خداوند میتونه صدای مبارک خودش رو بفرسته. وقتی کلام اون میاد، دوستان، همون کاری رو میکنه که در ابتدای خلقت کرد، یعنی همه چیز رو تبدیل میکنه. او خشکی را تبدیل کرد به دریا، او تاریکی را تبدیل کرد به نور، او انسان مرده را دمید و زندهش کرد. و امروز خداوند میتونه زندگی به شما ببخشه. هللویا. الان کلام خداوند میگه که امروز اگر صدای خدا رو میشنوید، نسبت به اون بی‌اعتنا نباشید. عزیزان، خداوند میخواد امروز با شما صحبت کنه. میخوام از شما دعوت کنم که در این برنامه با ما باشی. توجهتون رو میخوام به این سرود بیارم که قلبتون رو لمس کنه و آمادتون کنه برای کلامی که میخوام با شما در این تعلیم در میون بذاریم. لطفا با ما باشید، توجهتون رو به این آهنگ بیارید. آمین. Holy, holy,
هللویا. امیدوارم این سروده که نامش اسمش مکاشفه است زندگی شما رو لمس کرده و واقعا دعای من برای شما عزیزانینی که واقعا کلام خداوند روح القدس کلامشو برای شما مکاشفه بکنه. بله همینم خواست خدا هست. واقعا بدونید خدا همون خدایی که خودشو برای انبیا ظاهر میکرد و از طریق انبیا به پدران ما صحبت میکرد و کلام رو میگفت و اون کلام جانهای اونا رو عوض میکرد و امروز همان روح القدس همان خدا میخواد این کلام رو برای ما باز کنه. ولی شرطش اینه دوستان، آنچه که در ملکوت خدا اهمیت داره و یک اصل نمیشه جابجاش کرد، اینکه گوشهای شنوا داشته باشیم و طالب باشیم، مشتاق باشیم، تشنه باشیم و حاضر باشیم که خداوند ما با ما صحبت کنه و اطاعت کنه. هللویا. پس داریم درباره شنیدن صدای خداوند صحبت میکنیم که یکی از مهمترین کلیدهایی هست برای آزادی مطلق ما. اینجا من نوشته بودم در این کتابی که نوشتیم، اگر میخواهید صدای خداوند رو بشنوید خیلی آسونه. توجه کنید، از اون بپرسید که درباره چه چیزی میخواد با شما صحبت کنه و خیلی آسان‌تر خواهد بود برای شما اون موقع که خود اون به شما با شما صحبت میکنه، یعنی اون چیزی رو که در نظر داره پدر آسمانی با شما صحبت میکنه و اون چیزی که با شما صحبت میکنه واقعیت خواهد بود. یعنی چیزی که من میگم همیشه درباره این حقیقت من صحبت کردم، من نتونم میدونی چیه میگم، وقتی که خداوند صحبت میکنه اون هست. توجه میکنی؟ اون واقعیته و اون هست، نه اینکه ممکنه اون اتفاق بیفته. اگر خداوند مثلا این امروز روز پنجشنبه است، اگر خداوند صحبت بکنه بگه الان شنبه، پنجشنبه میشه شنبه. بله. برای چی؟ برای که کلام خداوند قدرت داره که اون چیزی که خداوند میگه به وجود بیاد. حالا اینو میخوایم بیشتر برای شما باز بکنیم. بله. ببینید چون خدا در زمان زندگی نمی‌کنه، ما اینو گفتیم و کلام میگه خدا در زمان حال هستش و وقتی که خداوند هزاران سال پیش گفتش آسمان و زمین از هم جدا بشود، همون لحظه اتفاق افتاد که برای خدا همون آن هستش. و امروز وقتی خدا میگه شفا هست، شفا الان هست، نه اینکه مربوط به گذشته میشه. میدونم بعضی از شما دوستان به شفا به امروز اعتقاد ندارید و این واقعا جای تأسف داره، چون نشان دهنده اینه که خدا رو نشناختید. وقتی خداوند میگه کامیاب شو، در واقع اون چیزی که امروز اتفاق میفته، ولی چیزی که اتفاق میفته مثل سیم برق میمونه. ببینید برق تو این سیستم هست، جریان داره، از یک منبعی داره میاد، از یک مرکزی داره برق میاد. شما استفاده کنید نکنید برق داره میاد، ولی برای که برق وارد سیستم شما بشه، شما باید دو شاخه رو بکنید به چی؟ به اون برق وصل کنید، وصل بشه، کلید روشن کنید و بچرخه و جریان برق بره. امروز هم همینه، کلام خدا آنچه که گفته امروز هست، نه که گذشته بوده. من متاسفم میشتم بعضی وقتا از دوستان عزیز همکار حتی شنیدم که عزیزان میگن که خب اون چیزی که خدا گفته مال اون موقع بوده، اون موقع اوضاع و شرایط اقتضا میکرده که اینو خداوند بگه. اون در مورد خیلی مسائل فرهنگی برای بعضی از اون افراد شاید صدق بکنه، ولی در مورد زندگی روحانی و قولهایی که وعده‌هایی که خدا داده، اون چیزی که امروز میخواد خدا انجام بشه، میگه امروز روز نجاته، نمیگه 2000 سال پیش روز نجات بوده. دقیقاً 2000 سال پیش نجات مهیا شده. امروز وقتی من وصل میشم به اون جریان برق، وصل میشم به خداوند، اگری میشم با خداوند، یک دل میشم، اون نجات در زندگی من تحقق پیدا میکنه. هللویا. داری درباره کامیابی یه چیزی گفتی الان که واقعا کسانی که اونجوری فکر میکنن که نه این گذشته یا اون برای کسای دیگه بوده یا برای من نیست، واقعا پدر آسمانی رو نمیشناسن. این یه واقعا هم حیفه. برای چی؟ برای که پدر آسمانی ما بزرگترین بها رو برای ما پرداخته که ما واقعا یک زندگی کامل در حضور اون داشته باشیم عزیزان. بله. و یه چیز دیگه هم میخوام با شما عزیزان صحبت کنم، برای که میدونم خیلی از شما، از حتی میگم کاهنا، سران کلیسا، ضد این پیام کامیابی و موفقیت هستن و ضدش خیلی صحبت میکنن. اون به ما صدمه ای نمیزنه عزیزان وقتی که شما دربارش صحبت میکنید، بلکه به خودتون داره صدمه میزنه. برای چی؟ واقعا هم حیفه. برای چی؟ اگه ما کامیاب نباشیم و موفق نباشیم در همه نقاط دنیا زندگیمون، هیچ وقت نمیتونیم اون کار عظیمی و بزرگی، اون رویایی که خداوند در قلبمون گذاشته به دست بیاریم و بهش برسیم. و چیزی که خیلی مهمه اینه، خداوند هیچ مسئله‌ای با ثروت نداره، ولی خداوند مسئله‌ای با طمع داره. بله. توجه میکنه چیه؟ خیلی مهمه. خداوند هیچ مشکلی با کامران نداره ثروتمند بشه، هیچ مشکلی با شما نداره ثروتمند بشه، ولی خداوند مشکلش با اینه که شما طمع‌کار باشید.
یا من فقط تمام... برای خودت آره. میخواد و کسی که طمعکار هست اونو فقط برای خودش میخواد. دلیلی که ما درباره این کامیابی با شما بعضی وقتا صحبت میکنیم، بعضی وقتا که چه عرض کنم، این پایه اساسی خدمت ما هست. اوکی؟ اینی که بدون کامیابی ما هیچ وقت نمیتونیم برنامه های بی نظیر برای شما آماده بکنیم و برای نمیتونیم حتی کشورمون رو لمس کنیم. توجه میکنی؟ یعنی نجات بتونیم به کسانی، اعلام نجات به کسانی برسونیم. بله. این چیزها همش خرج داره و خداوند میخواد اونا رو از طریق کلامش برای ما فراهم ساخته، میخواد ما بپذیریم. پس هر دفعه که چیزی خداوند میگه اون هست، اون واقعیت داره. من اینجا نشستم وقتی که سخن میگوید، خداوند سخن میگوید، اون چه خدا سخن میگوید واقعیت است. توجه میکنید؟ ما درباره چیزایی سخن میگوییم، خدا چیزها رو به هستی میگوید. ما وقتی که مثلا بدون مثلا فکر داریم همینجوری حرف میزنیم، داریم حرف میزنیم، ولی خداوند اون چیزی که میگه به وجود میاد عزیزان. پس اینجا مثلا یه مسئله براتون بزنم. ببین خداوند چی گفته در مزمور 35 و آیه 27 میگه اما آنانی که میخواهن حقم، آره حقم به من داده شود، خداوند داره اینجوری میگه ها، میگه اما آنانی که میخواهن حقم به من داده شود شاد و خرم باشند و پیوسته بگویند خداوند بزرگ است و خواستار سلامتی و موفقیت خدمتگزار خود میباشد. هللویا. خدمتگزار خود. کتاب شما ننوشتید. من اینو ننوشتم که حالا شما اگه مشکلی با کلام خداوند دارید برید با اون بحث کنید. توبه کنید. آره برید بحث کنید. توبه. اون بهت میگه توبه کن. بله. ببینید ما باید بدونیم که خدایی که کتاب مقدس به ما معرفی میکنه چه نوع خدایی هست. آمین. ببین همیشه هر چیزی از پایه درست میشه یا خراب میشه. این چشمان بسته ماست که هنوز نفهمیدیم که خدای پدر چه قلبی داره. کتاب افسوسیان میگه اگر خدای عیسی مسیح رو به ما داد، چقدر بیشتر به وسیله او از طریق او خیلی چیزای دیگر به ما میده. او حتی بیشتر از اون چیزی که ما بخوایم فکر کنیم به ما میخواد بده. چرا؟ چون خدا اصلا برای همین ما رو آفریده، برای این ما رو تولید کرده. وقتی کتاب مقدس میگه ما تصویر خدا هستیم، ایمیج خدا هستیم، یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که مال خداست میخواد روی بچه‌هاش، فرزنداش دیده بشه. و خدا چه چیزی رو داره غیر از اینه که خدا برکت داره، شفا داره، نجات داره، حیات داره. ولی همونطور که شما گفتید کلید در اینجا، زمانی مردم با این مسئله مشکل برخورد میکنن که فکر میکنن همه چی برای اینه که من ارضا بشم و خوشحال بشم. آره، نه، من اگه ثروت دارم برای خدا خدمت میکنم اون بهترین چیزه، ولی اگه ثروت ندارم و برای خدا خدمتم نمیکنم بازم من آدم. ما چون از زمینه اسلامی میایم و مذهبی میایم، خیلی از دوستان عزیز ما فکر میکنیم یک شخص روحانی، یک شخص مذهبی باید همیشه پیرنش پاره باشه، دمپایی پاش بکنه، کثیف باشه. اون دروغیه که شیطان به کلیسا هم حتی گفته. بله. حالا بگذاریم از اسلام. بله. ولی به کسایی که واقعا خداوند میخواد اونا رو استفاده بکنه و یک کار بزرگی واقعا بخواد از در اون انجام بکنه، شیطان میاد اونو، اون گول و اون دروغ رو بهشون بگه. دقیقاً. درسته. برای چی؟ برای که شیطان، فکرشو بکنید، مثلا یک مسئله طبیعی براتون بزنم، معمولی براتون بزنم. اگه اتفاقا کتاب مقدس اینو میگه، میگه که اگر ما میخوایم بریم یک ساختمونی بسازیم، یه خونه بنا کنیم، آیا نمیشینیم اول حساب کنیم ببینیم چقدر خرجشه؟ بله. که بتونیم اونو درست بنا کنیم که بعدش وسط کار مثلا از خرج پول نداشته باشیم تمومش کنیم، مردم بهمون میخندن. بله. گوش میدیم، منظورش این چیه؟ خداوند میگه بشین حساب کن چقدر خرجشه، من برات فراهم میسازم. هللویا. پس خداوند میخواد به ما کمک، یعنی همه چیز رو برای ما فراهم ساخته. مشکل اینه که مردم فکر میکنن هر وقت درباره کامیابی ما داریم صحبت میکنیم، گوش بدید، یعنی کلام خداوند رو تکرار داریم میکنیم، اینی که ما میگیم برای خودمون. و خداوند هم یه چیزی میخوام بهتون بگم، هیچ مشکلی با شما نداره که نیازاتون برآورده بشه. آمین. این نیست که فقط شما ثروتمند بشید که فقط و فقط برای بشارت استفاده کنید. شب وقت پیش عزیزی یه خواهری میگفت، فکر کنم شما بودی اونجا، میگفتش که خدا میخواد ما از طریق زحمت و شکنجه و آزار به حضور او برسیم چون میخواد شبیه او بشیم. ولی خدای کتاب مقدس چنین خدایی نیست. نیست. حالا معمولا کسانی حرف رو میزنن که زندگی خودشون از زندگی بقیه بهتره. آره. من معمولا اینجور افراد میگم آیا خودت چجور زندگی میکنی؟ آیا خودت هم دوست داری که بچت به همون شکل آره. زندگی بکنه؟ حالا برگردیم به اصل مطلبی که در این روز صحبت میکنیم از طریق کلام خدا، و اون مطلب اینه اگر ما کلام خدا رو بخونیم،
اگر این برق وصل باشه، اگر ما وارد ملکوت شدیم در آزادی هستیم، و اگر در آزادی هستیم چیزی نیست که ما رو اسیر بکنه دیگه. چه لزومی داره ما اسیر باشیم؟ اسیر فقر باشیم، بدهکاری باشیم، بدبختی باشیم، مرض باشیم، بلکه ما در آزادی به سر میبریم. برای همین که پولس رسول به کلیسای غلاطیه میگه آزادی خودتون رو صرف چی نکنید، گناه نکنید و چیز زمین نکنید. ما نه فقط تمرکز خودمون رو بذاریم که آره دیگه همینه دیگه، من بعد اینجوری باشم. آقای خواننده میگه که قسمت تو همین بوده که بر سرت گذشته، نکن شکایت از فلک که همینه که هستش. نه قربان، خداوند خوانده زندگی ما رو مبارک باشه. عزیزان این ترانه ها رو گوش نکنید، کلام خدا رو گوش کنید، به کلام بچسبید، خداوند زندگیتون رو عوض میکنه. هللویا. پس یه چیزی که خیلی مهمه عزیزان اینه که میخوام قشنگ براتون واضح بشه، اینی که در رومیان فصل 4 آیه 17 میگه مکتوب است که تو را پدر امتهای بسیار ساختم در حضور اون خدایی که به او ایمان آورد که مردگان را زنده می کند و ناموجودات را به وجود می خواند. منظورم چی از این حرفی که دارم اینو می زنم؟ اون چیزی که خداوند می خواد به وجود بیاره قبل از اینکه حتی به وجود بیاد اعلامش می کنه، میگش به زبون میاره، و اون روشیه که خداوند از ما انتظار داره رفتار کنیم و اونجوری واقعا زندگی ما. اون چیزی برای که اون قدرت خلقت رو هم در ما گذاشته. بله. که اون چیزیو که خداوند به ما میگه من میخوام این کار رو در زندگیت بکنم، از کلامش بهت نشون میده، میخوام تو رو کامیاب کنم. الان یه آیه برات خوندم. من خودم یکی از اعترافام همش اینه. چیه؟ خداوند بزرگ است و خواستار سلامتی و موفقیت خدمتگزار خود کامران است. اسم خودم هم میذارم بسطه. بله. اون میخواد کامران چیزی. برای چی؟ من دارم خودمو مطابق کلام خداوند اعلام میکنم، یعنی اون چیزی که خداوند میخواد برای کامران رو دارم اعلام میکنم، و اون چیزی هم که واقعا دارم اعلام میکنم در زندگیمون داره پایین میاد، یعنی به وجود میاد. درسته؟ ما هر چی بگیم همون خواهیم شد. همون دیگه. حالا خیلی ها دارن بدبختیشون همش میگن. اوکی. بمونید همون جوری اگه دوست دارید، ولی تشویقتون میکنم که واقعا مطابق کلام خداوند صحبت کنید و اجازه بدید کلام خداوند عوضتون کنه. با ما باشید، ما برمیگردیم. ندای آزادی. بینندگان محترم، من کشیش کامران هستم، مهماندار شما در برنامه ندای آزادی. کنار من همسر عزیزم امی و پسر ما هم دانیل هست و به تک تک شما درود میگوییم. آیا زندگی شما توسط برنامه های ندای آزادی لمس شده و تغییر یافته؟ بسیاری از شما بینندگان محترم با ما ارتباط ایجاد کردید و اعلان کردید که چجوری برنامه های ندای آزادی باعث برکت زندگی شما شده و ما خدا رو شکرگزاریم برای این. آیا مایل هستی تا با هم سهیم شویم؟ منظورمون از سهیم شدن چیه؟ این شخص فردیه که از طریق برنامه های ندای آزادی تشویق و کمک شده. یک حامی واقعی، کسیه که خدمتی را ممکن میسازه برای ما. دقت کنید، با اتحاد و با سهیم شدن به صورت حمایت مالی ماهانه خود و دعاها و توسط کمکاتون، برنامه های تلویزیونی ندای آزادی گسترش میابند و اشخاصی که هنوز فرصت شنیدن این پیغام رو نداشتن به این امکان دست میابند. شما میتونید برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید. سپاسگزارم. عزیزان میخوام برای شما دعا کنیم. اگر آماده هستید که عیسی مسیح رو در قلب خودتون، خداوند خودتون بپذیرید و اجازه بدید که اون زندگی شما رو تبدیل کنه، امروز روز شما هست و امروز روز نجات شما هست. عزیزم. خداوند میخواد گناهای شما رو بیامرزه و میخواد شما رو منتقل کنه در پادشاهی خودش که زندگیتون کاملا دگرگون بشه. پس اگر مایل هستید با هم الان متحد بشیم در دعا و این دعا رو با ما تکرار بکنید. بگید ای پدر آسمانی از تمام گناهام توبه میکنم. ازت درخواست میکنم که زندگی منو دگرگون کن. ایمان دارم که عیسی مسیح خداوند من است. ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خدا هست. عیسی وارد قلب من شو. گناهامو بیامرز. قلب منو پر از روح خودت کن. به نام پرجلال دینو میطلبم و میپذیرم.
آمین. عزیزان اگر این دعا رو کردید شما نجات پیدا کردید و من خدا رو شکر میکنم برای وجود تک تک شما که این دعا رو با ما تکرار کردید و بهتون میتونم قول بدم عزیزان که از این روز به بعد زندگیتون شروع میکنه تبدیل شدن. در کلام خداوند وقت صرف کنید، با ما تماس بگیرید اگر کتاب مقدس ندارید، تا جایی که بتونیم برای شما فراهم خواهیم ساخت و کمکتون خواهیم کرد که در این زندگی جدیدتون رشد بکنید. یه چیز دیگه هم که میخوام باهاتون در میون بذارم عزیزان اینه که اگر این برنامه واقعا زندگی شما رو لمس کرده و تغییر آورده در زندگیتون، با ما سهیم بشید، شریک بشید در این خدمت. ما میتونید از طریق دهیکاتون، هدایاتون با ما شریک بشید و حمایت بکنید از این برنامه و این برنامه ها رو اجازه بدید گسترش بده بکنن. خدا رو شکر میکنم برای وجود تک تک شما. تا برنامه بعد که با هم باشیم همیشه یادتون باشه که آزادی فقط در عیسی مسیح است. خدا نگهدار. خدا با هم. او هللویا. گلوری به خدا. تا بعضی از اونها منفی هستن. What the heck? Now you have double problem. معمولا تعاریف مختلف راجع به آجان That was good.